جزاك الله خير. سوالي بسور خوب بس و متاسف انا امروز زیاتری جوانان را میبینم. اونا یک وقت بود که جوانان 16 میبودن 18 میبودن، یک هدف میداشتن، یک کار میکردن، به فامیل کمک میکردن، و امروز جوانان 23 24 الی 25 هم یک قسم گم هستن، نمیفهمن چی کنن و فکر میکنن که سوشال میدیا شاید جوابش باشه. دوج عکس میگیرن مندازن و میخوان که یا مشهور شون یا چیز دیگه شون، لیکن داخل میبینن که جوابش نیست. ای بسیار مهم است، چون ما مسلمان هستیم که ببینیم که الله سبحانه وتعالی با ما چی هدف انتخاب کرده و از ما چی تقاضا داره، و باز زیر همو دایره میتونیم که هدف به خود انتخاب کنیم و چرا هدف مهم است. از هم بحث خواهد کردیم. الله سبحانه وتعالی قرآن میفهمه ما خلق جن و انس الا لیعبدون، که ما جنیات و انسان پیدا کردیم فقط به عبادت خود ما. دیج عب از عبد یا عبد از بندگی معنا داره. بله. بندگی این معنا نیست که مثلا خداوند ما را پیدا کرده به خاطر که ما بریم 5 دفعه نماز بخونیم و رمضان روزه بگیریم، همین هدف زندگی ماست. نه. الله سبحانه و تعالی میفرماید چیزی که اونا حلال کردن، چیزی که اونا حرام کردن، از او خود دوری کو، چیزی که حلال از او نزدیکی کو، همین هدف زندگی شماست. مثلا به مادرت احترام میکنی، به همسایت احترام میکنی، به کارانا احترام میکنی، یعنی یک دری بسیار بزرگ است، چیزی که الله سبحانه و تعالی برات اجازه داده و اراده کرده که به او عمل کنیم. علی میم دایی زیر دایره ای خوب بسیار واضح شد، چیزی که الله سبحانه و تعالی حلال کرده بود رو باید به خود نزدیک کنیم، چیزی که حرام است بس خود دور کنیم، و دایی که من بیم است. لیکن یک جواب بسیار مغلق نیست که یک انسان برد در مدفعت عمل کنه. ما استراتژی نیاز داریم، پلان نیاز داریم که به یک هدف بزرگ برسیم. به این خاطر ما به کسایی میگم، انشالله کسایی که تلویزیون میبینن، اگر احساس میکنی که میال گم است نمیفهمی چی کنی، باید هدف زندگی داشته باشیم. اگر فکر میکنی کارایت فقط مربوط میکنه که مردم از تو چیز میخوان و تقاضای جامعه چیز، باید هدف زندگی داشته باشی. اگر فکر میکنی نمیتونی فیصله کنی و همیشه پشت مردم میگردی که ما اگه اینطوری کنم چطور میشه، اگر اینطوری مرم چطور میشه، پشت مشوره میگردیم. از یک نفر نه، از 20 نفرم یک چیز پرسان میکنی، معلوم میشه که هدف زندگی نداری. یعنی این سه نشانه است که خودت باید فکر کنی، یعنی بی انگیزه، بی هدف. بله بله. اگر من این کارا رو میکنم، باز بفهم که هدف زندگی نداری. بله. هدف زندگی چطور باید پلان شه بسیار مهم است. پیش از اینکه هدف پلان کنی، باید بشینی از خود پرسان کنی که چی میخوای. یک سوال بسیار خوب است، در می حالت هستی کجا میخوای بری، چرا میخوای دوجا بری، چی را به دست خواهد آوردی، و اگر او را به دست خواهد آوردی باز چی خواهد شد، چی را از دست خواهی داد. بله. و چی را از دست میدی. یک سوالات بسیار مهم است، و این را که جواب کردی باید یک ویژن داشته باشی، یک ارزو داشته باشی که کجا میخوای بری. نمیتونی بگی یک سرک پرسان کنی که آقای سرک کجا میره، او برات میگه خود کجا میری، هر جایی که رفتم و میگه باز هر سرک بگی. نه، اول باید بفهمی کجا میری، چی میخوای و چرا او رو تقاضا داری. سوالات بسیار مهم است، و بدون شک او رو زیر دایره اسلام ببین، زیر دایره جامعه ما ببین، زیر دایره خوبی در دنیا و آخرت ببین. او رو که انتخاب کردی، باز بسیار مهم است که ببینی چی ما در خود دارم که دوج خود رسانده میتونم. یگان مردم تقاضا شد کلانترین بیلدینگ دنیا جور کنن، لیکن پولش داری نه، سر هدف کار نکو. ما جوانا را دیدیم سر چیزای فکر میکنن که هیچ تطبیق کردن نمیتونن، کیفیت چه ندارن و به هدف هم نمیرسن. بله. علمیت چه ندارن، یعنی یک غیر فکری هدف به خود انتخاب کردن که او را سرش هیچ وقت فکر نکردن. بله. سوال از خود نکردن و امرا یک کسی که میفهم از اون مشوره نگرفتن. و سویم، آیا او را به دست آوردی باز زوم خوش خواد بودی یا نه؟ یک سوال بسیار مهم است. یگان ما میخوایم میگیم زندگی ما بسیار بدبختی است، مصیبت است، خود چی خواهد شد زندگیت فکر میکنی خوب میشه اگر اینطوری شوه. یگان مردم فکر میکنه من اروپا برم دوج خوش خواد بودم. آه بله. من خودم در آلمان زندگی میکنم، یعنی فقط با اروپا رفتن حقیقت خوشی نیست که دوج برسی گول مشکلات حل میشه. زیاد مردم تقریبا 53% آمریکایی ها از تنهایی رنج میبرن. یعنی این بسیار مهم است که یک حقیقی هدف به خود انتخاب کنی، چیزی که میتونی لذت ببری در دنیا و ان شاء الله آخرت. بله. به می خاطر یک اکشن پلان باید داشته باشی، یک چیزی که سمارت پلان است. و چه رقم میتونیم پلان کنیم؟ یکی از که هدفتون باید واضح باشه، چی میخواین از زندگی، چی میخوای. یک سوال بسیار خوب است. یک کس شاید هدف داره، ماشاءالله خود ورزشکار هستی، در هدف ورزش میام، من میخوام وزن از دست بدم، چند کیلو، چیز واضحه. یک نفر برات میاد، من در کلاب تان برات میگم من میخوام وزن کم کنم، میگه چند کیلو، میگه من وزن کم کنم. نمیتونی اون رو پلان کنی، چون او معلوم نیست که خودش به پلان اومده. بله، خودش به پلان اومده.
باید اول پرسان کنید خودم از خود پرسان کنید چی میخوایم. مثلا بیاین سر وزن، میخوایم 2 کیلو وزن کم کنم، من چاق شدم، من باید وزن کم کنم اصلا. و خوب باید بفهمی خود 2 کیلو واضح شد، بسیار واضح. جوان ها میخوان، من میخوام پولدار شم. خب چقدر میخوای پولدار شوی؟ چی داشته باشی که قناعت کنی پولدار شدی؟ بله، یعنی چیز واضحی است که باید یک معلومات به خود داشته باشی که درست. من میخوام کلانترین تعمیر دنیا جور کنم، خب چند منزل، چند متر؟ نه، این بسیار واضحی است. دویم، او را باید یک پلان جور کنی که بتانی پس حسابش کنی. مثلا وزن کم میکنی 2 کیلو، 3 کیلو کم شده، چند کیلو مانده؟ 7 کیلو. هر هدف باید متر شوه، هر هدف باید اندازه‌گیری شوه، هر صبح، هر هفته، هر ماه، هر سال که من در کجا دایی هدف هستم. و یک چیز دیگه است، او که باید از این هدف خودت در جریانش هم لذت ببری. این نیست که در یک جای رسیدی باز خوشحال شدی. من سوال دارم، مطمئن هستم سوال دارم، بازی شروع خواهش میکنم. خیلی گپ و اصلا موضوع خیلی خوب.